سلام، درس 14 رو شروع میکنیم به عنوان Education در رابطه با تحصیل و تحصیلات صحبت میکنیم در سیستم بریتانیایی، البته جاهایی که تفاوتی با سیستم امریکایی داشته باشه تا اونجایی که من بلد باشم رو ذکر میکنم. خب بخش اول Stages in Person's Education، در واقع اون مقاطع در تحصیلات یک فرد. The youngest children start their education in a creche where they mostly play but also do some early learning activities. Creche یک جایی، البته چون ما در ایران این حالت رو به این شکل حداقل من فکر نمی‌کنم داشته باشیم، میگم ما معمولا به همه اینا برای قبل از مدرسه میگیم مهد کودک، ولی کرش در واقع یک جایی می مرکز نگهداریه. بچه های خیلی کوچیک معمولا تا 2 سال رو در کرش نگه می دارن. معمولا پدر مادرهایی که جفتشون کارمندن بچه رو نمیتونن جای دیگه ای بذارن، میذارن کرش که بچه مراقبت میکنن، بازی میکنه در 90% موارد، یا اونایی که یه مقدار بزرگتر شدن و بازیایی که آموزشیان، یه بازی مثلا چه من بازی فکری از این جور چیزا انجام میدن، عموما برای نگهداریه. After that they may go to a nursery school. Nursery school در واقع همون مهد کودک هست در انگلیسی امریکایی، و در واقع امریکای شمالی بهش میگن kindergarten، که البته این کلمه خودش آلمانیه دیگه، kindergarten در واقع از آلمانی اومده وارد انگلیسی شده. kindergarten معادل همون nursery school هست. between the ages of 5 and 11. آه ببخشید فراموش کردم اینو بگم که معمولا nursery school برای بچه های 2 تا 5 ساله، یعنی از crèche که در میان میرن توی nursery school و بعدش هم که دیگه میرن مدرسه. between the ages of 5 and 11. دقت کنین تو ایران مثلا 7 سالگی اگه اشتباه نکنم، و اما در بریتانیا، البته وقتی میگیم بریتانیا منظور انگلستان و ویلز هست و یه بخشهایی از ایرلند، چون اسکاتلند سیستم مخصوص به خودش رو داره. Between the ages of 5 and 11 children attend primary school، که همون مقطع ابتدایی هست، where they learn the basics of reading, writing, arithmetic, etc. خب خوندن، نوشتن و arithmetic در واقع مبانی ریاضی، مبانی مباحثات هست، جمع و تفریق و موارد اینچنینی رو بهش میگن arithmetic. For most children, secondary education begins with when they enter a comprehensive school or a more traditional grammar school. این داخل پرانتز بعدش میخورم. خب ببینید، نه بذارید پس این باقیش هم بگم که یک مطلب کاملی رو بتونم توضیح بدم. اینجا grammar school گفته to which they gain admission by sitting an exam. To gain admission. و بعدی the famous UK public schools are in fact private fee paying schools. خب من مجبورم از این آخر توضیح بدم. ببینید public school وقتی میگیم یعنی مدارس عمومی، اما فکر نکنید که مدرسه عمومی یعنی مدرسه رایگان. مدرسه رایگان اون مدرسه دولتی در واقع در بریتانیا بهش میگن state school، یعنی مدرسه ای که هزینه‌اش رو state یا دولت میده. اما public school چیه؟ همون مدارسی که ما بهش میگیم مدرسه غیر انتفاعی، مدارسی که شما باید براش پول بدید. حالا چرا اسمش public schoolه؟ دلیل داره. ببینید در گذشته تا تقریبا اواسط قرن 19 مدارس در بریتانیا برای عموم باز نبود، یعنی همه مردم نمیتونستن برن مدرسه. طبقه یا اشراف و ثروتمند و خلاصه کسی که توانایی مالی و به لحاظ نفوذ هم توانایی داشت، اونا می رفتن مدرسه. بعدها که این دیگه حالا
یک سری اتفاقات افتاد و مجبور شدن که مدرسه رو برای عموم باز کنن، اسم اون مدارس عمومی رو گذاشتن پابلیک سکولز، یعنی عموم مردم هم میتونستن بیان، ولی بازم رایگان نبود، باید پولش رو میدادن. برای همین بهش اسمش همچنان مونده پابلیک سکولز. در واقع مدارسی بود که اون طبقه اشراف رو بذاریم کنار، این برای مردم عادی کامنرز به قول خودشون میرفتن اینجا و پولش رو میدادن. اما دیگه این اسم روش موند، یعنی پابلیک سکولز. حالا شما باید چیکار کنین؟ هم مدارس خصوصی هن، این فکت پرایوت، و هزینه هم باید بدید، فی پینگ سکولز، مدارسی که باید مبلغ بدید. حالا مدارس به چند تا شیوه مختلف بود. یه سری از مدارس، مدارس قدیمی رو بهش میگفتن گرامر سکول، هنوز هم یه تعدادی از اینا هست، کاملا جمع نشد. گرامر سکول چیه؟ خودش به دو دسته تقسیم میشد. گرامر سکول هایی که یه حالت مذهبی بیشتری داشتن و اونایی که کمترن. الان خب طبیعتا حالت مذهبی کمتری داره، اما معمولا در این گرامر سکول ها یک، مباحث مذهبی هم تدریس میشد، و دو، همونجوری که از اسمش روشه، مباحث مربوط به زبان و گرامر هم توش بود. یعنی هم گرامر انگلیسی رو میخوندن، هم شکسپیر میخوندن، هرچند که خود زمان خود شکسپیر هم اونم رفته گرامر سکول، خب، ولی منظور ادبیات انگلیسی میخونن با یه سری مباحثی که الان دیگه تدریس نمیشه. مثلا لاتین درس میدادن در گرامر سکول ها، حالا الان نمیدونم هنوزم هست، ولی مثلا حداقل 30 سال پیش 40 سال پیش تو گرامر سکول ها لاتین هم درس میدادن. یه چیزی هست، یه مبحثی هست که ما در فارسی بهش میگیم فن فصاحت و بلاغت، که در انگلیسی بهش میگن رتوریک، اونو درس میدادن، ساختارهای رتوریک رو و مواردی از این دست. پس گرامر سکول یه مقدار حالت قدیمی تر داره، یعنی حالا نخوام بگم مثل مال ما، چون ما تو فارسی اکابر رو اینا داشتیم، ولی یه همچین حالتی تدریس بر شیوه قدیمی درش هست. و توی اینا هم شما همینجوری نمیتونید برید، باید برید یه امتحانی بدید، to gain admission، یعنی اجازه ورود گرفتن. برای اینکه اجازه ورود به گرامر سکول داشته باشید، معمولا هم بچه‌هایی که درسشون خیلی خوب بود این گرامر سکول هم میگرفتن، باید برید یه امتحان بدید. اما کامپریهنسیو سکول چیه؟ آها، این در واقع از یک قانونی در بریتانیا میاد که اگه اشتباه نکنم هولوش مثلا 40 سال پیش یه همچین اتفاق افتاد. تو مدارس، حالا یه توضیح زیاد میشه ولی بگم بد نیست، ببینید کلا این سبک مدارس و بعد دانشگاه اصلا مخصوص بریتانیا است، یعنی از دل بریتانیا در آمده به باقی دنیا رسیده، و اینم نتیجه انقلاب صنعتی بوده. انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، نیاز به کارگر و کارشناس متخصص بود، در نتیجه همون نیاز رو آوردن توی مدرسه. یعنی الان میبینید ما این همه رشته مهندسی داریم، به خاطر نیازی بود که در انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. بعدها دنیا تغییر کرد، ولی ما چون سیستم آموزشمون از اونها کپی کرده بودیم، نتونستیم خودمون رو تطبیق بدیم، تغییر نکردیم. anyway، مدارس بر مبنای نیازهایی که انقلاب صنعتی به وجود می آورد خودشونو تطبیق می دادن. اما مثلا قلوش 40 خورده سال پیش این بحث دیگه عوض شد. یعنی گفتن آقا فقط بچه نباید بره چه ریاضی و مهندسی و این چیزا باید بخونه، مثلا ورزش هم یا هنر هم میتونه توی خلاقیت این آدم، میتونه توی بهتر شدن حتی همون درسای دیگه‌ش هم کمک کنه. در نتیجه اومدن یک برنامه جامع کامپریهنسیو درست کردن که توش علوم طبیعی بود، علوم اجتماعی بود، در واقع علوم انسانی بود، و ورزش و هنر هم بود، یعنی این چهار شاخه اصلی رو داشت. برای همین بهش میگن کامپریهنسیو سکول، و این زیر نظر دولت هم هست و بچه ها میرن حالا این درس ها رو میخونن و خلاصه تا برسن به دانشگاه. خب ادامه بدیم، یه وقت این مقدار طولانی شد ولی خب به نظرم نیاز بود که اینه بدیم. Between the ages of 11 and 18 young people take a wide range of subjects in arts, sciences and technical areas. خب
از 11 تا 18 سالگی، یعنی وقتی زمانی که از مقطع ابتدایی پرایمری سکول در میان، بین 11 تا 18 اینا دروس مختلفی رو، a wide range of subjects، یعنی طیف گسترده ای از سابجکت ها، مباحث رو در حوزه های هنر، آرتس، ساینسز، علوم و مباحث فنی، تکنیکال اریاز میخونه. In the UK, pupils can leave school at the age of 16. Pupils میشه دانش آموزان. درسته، در بریتانیا دانش آموزان میتونن 16 سالگی دیگه مدرسه رو بذارن کنار، یعنی 16 سالگی تموم میشه. حتی دقیق ترش اینه که بگید در بریتانیا به غیر از انگلستان، چون انگلستان 18 سالگی تموم میشه. Although many young people choose to remain in full-time education until the age of 18. خب تو 16 میبینید میتونن بیان بیرون. ولی خیلی ها تصمیم میگیرن دو سال بیشتر بمونن. اون دو سال یه قاعده داره که الان اینجا میخونیم. تو پرانتز گفته In England it is compulsory، یعنی واجبه. In England it is compulsory for young people to continue with some form of education or training until they are 18. Even if they also have a job. خب ببینید در انگلستان 16 سالگی شما درس تموم میشه، اما اون دو سال بعدیش هم واجبه، باید حتما بخونید. به دو دسته تقسیم میشه، یا میرن مباحث مثلا یه چیزی شبیه پیش دانشگاهی ما میخونن که بعدش میرن دانشگاه، یا میرن یه چیزی شبیه به مدارس فنی حرفه‌ای ما، یک سری دروس فنی. وقتی میگم فنی یه مقدار بهتره بگیم حوزه بیزنس، فنی و حوزه بیزنس، چون مثلا حسابداری و مدیریت و اینا هم توش هست. خب میرن اون دو سال میخونن که اگر نخواستن برن دانشگاه اون وقت یک مدرکی یا یک تخصصی داشته باشن که بتونن باهاش برن سر کار. این در انگلستان واجبه، اما در اسکاتلند یا در ویلز یا در ایرلند واجب نیست. وقتی هم میگیم ایرلند، منظورم ایرلند شمالیه دیگه، خود ایرلند اصلا قاعدش به طور کل با بریتانیا تفاوت داره. From 16 to 18 young people may study at secondary school. Secondary school در واقع مقطع متوسط هست. Or at a sixth form college. A sixth form college. After which they may go on to higher education. Higher education تحصیلات عالی است دیگه، میری تحصیلات دانشگاهی. یعنی شما یا در مقطع دبیرستان اون دو سال آخر رو، همون چی میگم دروس تئوری در واقع، مثل شبیه پیش دانشگاهی میخونید و بعد میرید دانشگاه، یا میرید توی یک sixth form college. Sixth form college در واقع به کالجی میگن، به مقطعی میگن که شما اون دو سال رو توش میخونید برای اینکه یک مهارتی مثلا مثل حسابداری، چه میدونم، مواردی از این دست یاد بگیرید که اگر احیانا دانشگاه نرفتید، به واسطه اون مهارت شما بتونید در بازار کار فرصتی برای عرض اندام داشته باشید. یه نکته هم بگم، در حداقل در فکر کنم در امریکا هم اینجوری بشه، در بریتانیا کسی امتحان کنکور نمیده، یعنی چیزی شبیه به کنکور ما ندارن. یه امتحانی دارن که بهش میگن A levels. معمولا در اکثر رشته ها 5 تا درس بیشتر نیست. این 5 تا رو امتحان میدن، بستگی به نمره‌ای که دارند اون وقت میتونن برن یه سری دانشگاه. مثلا فرض کنید دانشگاه کمبریج میگه که مثلا از نمره فلان به پایین تر من قبول نمی کنم. پس بستگی به نمره‌ای که میگیرید یه تعدادی دانشگاه دارید که اون وقت خودتون میتونید انتخاب کنید کدوم برید. دانشگاه هم باز به دو مرحله است دیگه، یا پولیه یا دولتیه، دیگه بستگی به شما داره، هیچ اجباری در این نیست که کدوم رو باید برید. خب بخش دوم exams and qualifications. خب بذارید من یه سوال اینجا بپرسم، توی کامنت ها شما برای من توضیح بدید فرق بین qualifications، certifications و degrees چیه. اینا هر سه تاشون اشاره به مدرک و
تاییدیه و این چیزا دارن، اما تفاوتشون چیه؟ You take, do or sit an exam. امتحان دادن رو با یکی از این سه تا فعل میتونید بگید. Take an exam, do an exam and sit an exam. و یا دوباره امتحان دادن رو reset an exam. At schools and sixth form colleges in the UK, the students have to take formal end of year exams. End of year exams همون چیزی معادل اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم امتحان نهایی. یه امتحان پایانی باید بده. At 18, a lot of students sit their university entrance exams. University entrance exams رو میتونیم همون کنکور بگیم، ولی میگم کنکور ندارن. یه چیزی خیلی تفاوت داره واقعا. حالا تو ظاهر اینم امتحانه، ولی واقعا خیلی خیلی متفاوته. اصلا نگاه کنی اصلا هیچ ربطی نداره. Commonly referred to as A-levels. بهش میگن A-level. A-level یعنی همون امتحانه، یعنی شما اولین امتحان جدی تونه این. به این باز A رو با به خاطر ابتدایی بودنش میگن. Students are usually given marks. Marks نمره دادن اینجوریه، یا mark میدن که درصدیه، و یا grade میدن که از A, B, C, D یا تا F داره. If you pass، اگه قبول بشید، and do well، عملکرد خوبی داشته باشید، you get a high grade، یه نمره خوب میگیرید. If you fail، اگه بیفتید، مردود بشید، you don't get the minimum grade. The minimum grade یعنی حداقل نمره دیگه، مثلا یه چیزی شما 10 خودم. If you skip classes، کلاس ها رو بپیچونید، کلاس نرید سر کلاس، you'll probably do badly in the exam. احتمالاً امتحان رو خراب میکنید، عمل کرده خوبی نه. در بخش common mistakes هم ببینید نوشته we say pass an exam. برای مثال I passed all my exams and graduated in 2010. همه امتحان هم قبول شدم و در 2010 graduate شدم. این فعل graduate یه بار توی درس کالوکیشن گفتم، اینو هیچ وقت حالت پسیو نیارید. مثلا نمیگید I was graduated from Cambridge University. I graduated from Cambridge University. این حالت پسیوش نمیدونم چرا، ولی خیلی شنیدم که شاید هم به خاطر معنی که تو فارسی میده. آره اینو با حالت پسیو به کار نبرید، یه اشتباه است. اما در بخش بعدی technology with an LMS or VLE students can work online and do more distance learning or blended learning. خب LMS و یا VLE میشه Learning Management System. این سرنامش رو ببینید، LMS Learning Management System، سیستم مدیریت آموزش، و Virtual Learning Environment محیط آموزشی مجازی. اینا در واقع از اینا اومدن دیگه، که این همون چی ما بهش میگی، همون پلتفرم مثلا دانشگاه که شما چرا من الان برای بچه‌ها یه چیزی گوشته بودن اسمش هم عجیب بود، چیپ شاد مثلا بچه‌ها میان اینا ال ام اس هم سیستم‌هاش در واقع پلتفرم‌های آنلاین آموزش. میگه با وجود اینها دانش آموزان میتونن آنلاین درس بخونن و چیکار کنن؟ دیستنس لرنینگ یعنی آموزش از راه دور رو تجربه کنن، و یا بلندد لرنینگ. بلندد لرنینگ یعنی چی؟ کلا بلند یعنی این مخلوط کننده رو دیدی تو آشپزخونه بهش میگن بلندر، اینا قاطی میکنن دیگه. بلندد لرنینگ یعنی آموزش که قاطیه، یعنی یه بخشیش مجازیه یه بخشیش حضوریه. مثل مثلا دوران کرونا اینجوری بود که میگفتن مثلا یه بخش عمده ایشو مجازی کرده بودن، و حضوریاش هم میگفتن که مثلا اگه تو کلاس 14 نفر دانشجو هست میگفتن نس نس بیاید، مثلا هفته هفته بیاید که مثلا فاصله اجتماعی هم رعایت کرده باشین و اینجور چیزا. Teachers can monitor students' activities and progress. میگه میتونن مانیتور کنن، یعنی چک کنن فعالیت دانش آموزا رو روی LMS یا VLE میشه مانیتور کرد و پیشرفتشون رو ببینن. Progress پیشرفت که فعلش هم make هست دیگه، make progress. Students can choose courses and or modules. Submit work, write blogs, access wikis and leave
وایس مسیجز. پس توی یه همچین سیستم های دانش آموز دانشجو چیکار میتونه بکنه؟ میتونه کورساش رو انتخاب کنه و یا ماجول ها رو انتخاب کنه. ماجولز در واقع ماجول یه بدنه در بدنه کورسه. مثلا یه کورس رو میبینی مثلا 4 تا ماجول داره. شما باید یه کورس اگه میخوای بگذرنی این 4 تا رو بگذرن. یه وقتایی مثلا شما میتونی بری یه کورسی رو برداری که مثلا کورس تخصصی هم نیست، 2 تا ماجولش رو بگذرونی. اینجوریه خلاصه. سبمیت ورک. سبمیت اگه دکمه‌ش دیده باشید آنلاین، وقتی میزنید اون فرم یا هر چیزی که هست بسته میشه دیگه. این کارتون ارسال کردن، تحویل دادن رو به سابمیت میگید. رایت بلاگز، بلاگ بنویسید و بلاگ نویسی کنید. اکسس ویکیز and leave voice messages. خب پیام صوتی بذارید و به چی؟ به ویکی ها دسترسی داشته باشید. ویکی چیه؟ ویکی در واقع دانشنامه هست، انسایکلوپدیا هست. ولی مشخصه بارز ویکی ها اینه که شما اجازه دارید که ویکی رو تغییر بدید یا بهش اضافه کنید. مثلا ویکیپدیا که بزرگترین دانشنامه آنلاین هست، شما میتونید مطالب جدید بهش اضافه کنید یا مطالبی که هست رو ویرایش کنید. این نکته در ویکی ها خیلی بارزه. اکثر دانشگاه ها یک مطلبی دارن تحت عنوان knowledge management، مدیریت دانش، و حالا تو همون بخشی که هستن سعی میکنن یک جایی درست بکنن، یک ویکی درست بکنن که دانشجوها اطلاعات خودشون رو با هم شیر کنن، به اشتراک بذارن. و در بخش آخر میگه talking about education common questions. خب صحبت در رابطه با آموزش و تحصیلات و سوالات رایج. دو تا سوال گفته. What's the school leaving age? What's the school leaving age؟ یعنی اون سالی که، یعنی در چند سالگی میشونین مدرسه رو بذارید کنار یا مدرسه تموم میشه اصطلاحا. میگه it's 18 in a lot of countries. 18 سالگی در بیشتر کشور. و بعدی میگه at what age does compulsory education begin؟ compulsory education یعنی آموزش اجباری. میگه در چه سنی آموزش اجباری شروع میشه؟ این در واقع در قانون اساسی کشوری مشخص میشه. خب درس پرنکته‌ای هست ولی خیلی هم سخت نیست. با یه چند بار خوندن قلقش دستتون میاد. تمرین ها در صفحه بعد رو فراموش نکنید و اگر سوالی هم داشتید در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.